برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پایگاه تلارسانی دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام از اعلام کرد هلال ماه ربیع الثانی نزد معظم الله ثابت شده است و بنابراین پنج شنبه پنجم آبان 1401 اولین روز از ماه ربیع الثانی 1444 هجری قمری می باشد. نولین هیزر نماینده ویژه سازمان ملل متحد حمله هوایی ارتش میانمار به ایالت کاچین شمالی که به کشته شدن 80 نفر منجر شد را محکوم کرد. وی همچنین هشدار داد که بحران حقوق بشر در این کشور تحت حاکمیت ارتش تلفات فاجعه باری را به دنبال دارد. بیش از 13.2 میلیون نفر در میانمار غذای کافی ندارند و 1.3 میلیون نفر از جمعیت این کشور آواره هستند. روز گذشته چهارشنبه گزارش جدید سازمان ملل متحد درباره وضعیت آب و هوا و بالا رفتن گرمای زمین صادر شد. در این گزارش سازمان ملل متحد اعلام شده که وعده های کشورهایی که توافقنامه پاریس درباره وضعیت آب و هوای زمین را امضا کردن ناکافی است و موجب بالا رفتن 2.5 درجه حرارت کره زمین شده است. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا میگوید که تاکنون بیش از 23500 شهروند افغانستانی به این کشور انتقال داده شدند. وی در توییتی نوشت 2 پرواز ویژه حامل شهروندان افغانستان روز چهارشنبه به کانادا رسید و تا پایان سال 2023 روند انتقال 40,000 افغانستانی را تکمیل خواهیم کرد. دارالایتام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت اشراف مؤسسه امام هادی علیه السلام و از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر کابل پایتخت افغانستان در حمایت از خانواده های ایتام و نیازمند این شهر کمک های ماهیانه خود را توزیع کرد. این بخش از کمک های ماهیانه که شامل پول نقد بود برای بیش از 170 یتیم از خانواده های شهدا و ایتام نیازمند که ساکن شهرک امید سبز کابل هستند توزیع گردید.